شما امیرالمومنین مولوی آیت الله رو تا این لحظه دیدید یا خیر؟ خب امیر پیشتر آقای حسینی هم گفتن که ما اگر ندیدیم 5000 یا بیشتر از 5000 نفر در خیمه لای جرگه، خدا شاهد حق است که شیخ صاحب دیدن میگن پشت یک آدم چی ضرورت دارد که پشت در بوده با علما با خب مجاهدین تلفنی صحبت کردین احتمالاً باشن؟ نه ما با چیز خوب بود. مشکلات امنیتی شما میبینید توجیه ها و دستی های یهود نصارا را که اینجا در راه های بی پیلوت میکردن. خب و شما ندیدین خود شخص شما و احتمالاً نیست که هر مجاهد امارت اجدایی برن. ببین آقای زرابی، اگر ما ندیدیم از مکه یک آدم عادی که در خیمه لجرگه رفته دیدش، اون نماینده وکیلای منطقه که از شهر کابل صدها وکیل رفته دیدش، علما رفته دیدش، دیگر کسانی که در خیمه لجرگه بودن، ما اونجا با کلف و تامین امنیت بودیم دیگه. ضرور نیست که هر مجاهد امارات اسلامی بره امیرالمومنین ببینه. امیرالمومنین است شیخ هیبت الله خان است در جای شسته کلا که دیده ای تمام مجاهدین امارات اسلامی بره ببینه. اگر فتنه های یهود و نصارا نباشه، اگر توطئه ها و دسیسه ها نباشه، اگر مشکلات امنیتی نباشه، همه گی میتونند برن. احتمالاً ایشان کتاب مقاله چیز هم تألیف کردن؟ بدون شک یک عالمی که شیخ الحدیث و شیخ القرآن باشه کتاب و تمام این چیز بخواه. نام کتابشان ممکنه بگین؟ ما که سراغی نداریم انشاءالله که دون را. خب یعنی در نمیال در یک سال نشر نشده در جامعه مردم استفاده کنن؟ ما معلومات نداشته باشیم، ما دیگه نمیتونم که اشرف غنی واره بگویم یک صد تا کتاب یا آقای حکمتیار واره بگویم کل کتاب ها از ماست. خوب ما گفتم ما معلومات در این مورد ندارم. یک آدمی که شیخ الحدیث و شیخ القرآن باشه طبعا که کتابی میداشه. تشکر. صحبت های پایانی قاری صاحب مشنویم، برنامه رو ختم میکنیم. ما زرابیس، ما مردم اطراف هستیم. قاری صاحب، من از شما خواهش دارم یک مقدار کنترل بکنین که تشنج پیش نیاد. اوکی. اینا به تمام فاسقین گفتن، فاجرین گفتن، خود اینا هم کنترل بود دیگه. یه بازی گپا هست میای خیر کنترل اینا داشته باشه که خود کنترل کنن. جناب زرابیس، ما مردم اطراف هستیم. در اطراف، مردم اطراف وقتی که ما عروس میاریم، باز مکالایی که مادرش برش میپوشانه، باز بالای از او یک سی دانه شال میندازه. او عروس روی چهره از او را هیچ کس نمیبینه. آقای امیر مومنین شاه مثل علماء عروس دارید از زیر شال در تاران روی جرگه آمد و کل دنیا فقط باردو از او را دید که اگه آدم چارشانه بوده دیگه. این کلات بود، منات بود، عزا بود، یا سامری بود، یا کی بود، خب یک چیزی بود که از پشت سر گپ زد فامیلی و اگه پایش هم نه قرآنی بود نه نبوی بود، کل چیزایی بود که سر مردم باید بریده شود. گفته آقای حمید خراسانی گپایش تضاد داشت. از یک طرف خودش گفت که امیر مومنینشان برای تاسیس دارن، تألیف دارن، یا کتاب دارن. باز میگه من خبر ندارم. از یک طرف میگه که ما امنیت آوردیم و در 34 ولایت افغانستان میگه امنیت است. از دیگر طرف باز میگه مشکلات امنیتی است. برخی از رهبرای اینا، از وزرای اینا، کلانای اینا کسن فامیلایشان به افغانستان نورده چرا مشکلات امنیتی داره. جناب زرابیس محترم، در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده که آیت المنافق ثلاثه، نشانی منافق سه چیز است که دو سه چیز، یکی ای است که اذا حدث کذبا، وقتی که گپ میزنه دروغ میگه. در بالای گپ های آقای خراسانی دروغ های بسیار زیاد دیدیم، از جمله که اینا میگه ما ماش نداریم و برای ما از خارج عشر و زکات میگه به ما روان میشه و توسط اونمو اینا فقط امو احاشه و باطه خودم میکنم و نان خودم میخواد، در حالی که در این عصر زمان، در این زمان تکنولوژی و متمدن، در حالی که ما بالای گنجها هستیم، زمرد داریم، لیتیم داریم، یورانیم داریم، گاز داریم، یاقوت داریم، فیروزه داریم، اینا بازم حکومت میکنن و ششتن منتظر زکات چند نفر که از خارج برشان روان شو، از پاکستان، از پنجاب یا از انگلیس یا از امریکا. 32 میلیون دلار هر هفته به طالب روان میشه و هیچ کس سوال بلند نمیکنه که 32 میلیون دلار به خاطر چی است آقای حسینی. تا و امریکا بار بار صدا میزنه که طالب به او تعهداتی که به ما داده باید پابند ببانه و امریکا میگه که ما پابند هستیم. یعنی امریکا برش وعده داده که هفته 32 میلیون دلار برات روان میکنیم و از اینا هم که چیز خواسته هایی داره. اگر اینا به متعهدات خود پابند میمونه،
در بین خودشان نزاع و تفرقه بیشتر و زیادتر میشه، چون در رأسشان کلانایشان که اصلا خوب منافقین کلان است و سیاست هم میفهمند که بدون سیاست با دنیا نمیشه، و پایینایشان که اصلا مثل آقای خراسانی و اینا رو به اساس یک عقیده یا یک مفکوره یا یک ذهنیت که اینا رو بازی دادن و میجنگن، اونا اگر به تعهدات آمریکایی پابند میمونه اینمی ریزگکایشان خلن میشه، می کلا کلیشان میزنه، اگر پابند نمیشه آمریکا در مقابلشان استاد میشه و هر ما هر هفته برشان 32 میلیون میته. شما ببینید برخی از کشورها مثلا اگر قطر است یا هندوستان است یا یک کشور دیگه، فرض کنیم مثلا اگر دلسوزی میکنه به اینا خیرات روان میکنه، اینا آنقدر فاشیست و متعصب و تبعیض دارن که به فامیل های غریب و فقیر و مسکین حتی مخیرات و خارجه ها اینا رو وادار نیستن. میگه شوار تو که بود در نظام قبلی اردو بود یا پلیس بود یا در امنیت بود یا در دولت نظام قبلی کار کرده بود، اونا هم در بین خود اینا توضیح میکنن. ملت افغانستان به اینا ملت معلوم نمیشه. مولانا فضل الرحمن خودش یک سال دو سال پیش قبل از آمدن اینمی غلام های پاکستان، فضل الرحمن خودش میگه که ما 41 سال فتوای جهاد به خاطر امریکا دادیم، امریکا به ما پول داد و ما فتوا دادیم. مولانا شیرانی یک عالم کلان پاکستان از کویته خودش میگه که پاکستان یک چارایی و یا یک چوک مزدورا هست که اینجا مفتی در برابر پیسه فتوا داده میتونه و اینجا در برابر پیسه شما عسکر پاکستانی را کرا گرفته میتونین، یک میدان اجرتی و قاتلین که هر چیز در اینجا شما به دست آورده میتونین. ولیکن امروز اینا میای باز میگه که ما برنامه های اقتصادی ما در حکومت طالبای نمیال، شما بیاین ببینین که چی برنامه های اقتصادی باز میگه. ما پول نداریم، در حالی که بیادر با خیرات دیگر خارجی ها که می او به بردم اینا نمیتن. باز میگه که باز میگن که برنامه های اقتصادی به او کسایی که در کوهای پنشیر شیشته به اونایی نمیاد. خودش خطاب که گفت فاسقین هستن، خودش گفت که فاجرین هستن، و خود اینمای حمید خراسانی گفت که اونا دنبوره میزنن. خب وقتی که به اونا فاسقین میگین، به اونا فاجرین میگین، خب گروه طالبان خب گروه لواتتین است، در گروهشان لواتت است، در گروهشان عیاشی است، رهبرای کلان تا کتی پای که شراب و کتی دخترا و کتی این چیزا گرفته شد تا بالا بیادر بالایشان کدام محکمه دائر نشد، یک پاسپورت بیادر از 1000 گرفته تا 5000 دلار میفروشن بیادر هیچ کدام اشتباه نگرفته شده و نه محکمه شده. اونمو قاری سعید که نمیالی ایمیگا سعید امو ظلمی که کد، آیا قاری سعید امیالی در زندان است؟ حداقل 3 روز خود از زندان میرفت که آدم میفهمید که ولا گرفته شد، تحقیق صورت گرفت، بالاخره محکمه فیصله کرد و برایش براءت داد. هیچ کدام گپی نیست. خود طالب هم سارنوار است، هم قاضی است، هم عسکر است، هم پلیس است، هم میگه همه گندی و همه سری کل کالا رو اینا میکنه. اینا آیت قرآن عظیم الشان را گفتن که نظام اسلامی است و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون. اینمی آیه سر اینمی ها صدق میکنه. اینا بگوین که در 14 یا 15 ماه، در 15 اگست آمدن، سپتامبر، اکتبر، یعنی در 14 ماه بگوین که یک حکم الهی رو اینا رو تابال تطبیق کردن و تابال عملی کردن. پس فاولائک هم الکافرون فاولائک هم الظالمون فاولائک هم الفاسقون. اینمی خودشان که سر خود اینمی ها سر خودشان شاهدی میتن. ما با آقای حمید خراسانی میگیم که تمام رهبرای شما قاچاقبر هستن. گفتی آقای حسینی اینا در امنیت کار کردن و گفتن براتون در واتساپ امروشان تماس بگیرین، تمام لیستشان براتون روان میکنه. رهبران اینمی گروه طالبان فامیل هایشان گروگان هستند در پاکستان. اگر گروگان نیستند در برابر بیان شهباز شریف در سازمان ملل، چرا امیرخان متقی چیزی نگفت؟ نصف شهر کویته از امیرخان متقی است. قصرهای این امیر مؤمنین دومشان ملا منصور نصف کراچی را گرفته. چرا اینا صدا بلند نمی کنند؟ چرا ملا برادر صدا بلند نمی کنه؟ به خاطر که بلک میل است. ملا عبدالباقی حقانیشان بلک میل است. شما فکر کنین گفتی آقای حسینی ای بازی استخباراتی، انس حقانی در پیش امریکایی بندی است و یک امریکایی دیگه به اتهام تجسس و جاسوسی در پیش طالبا بندی است. بندی با هم اصلا نمیشناسته، نمیبینه و نه نامش خبر است. مجرد روزی که تبادله میشن او امریکایی بیادر یا انس حقانی میبراید. آقای حاجی بشر نورزی مجردی که از زندان گوانتانامو میاید
نه در وجودی از او کدام زردی است، نه خستگی است، نه ماندگی است، تر و تازه و خوشحال می آید. میگه این داد نیوی سیاست یو پڑاو ده. میگه این داد نیوی سیاست یو پڑاو ده. خود تابکه ما بیای مردم بازی بتیم. طالب تو تابکه تو میای و مردم بازی میتی. وقتی که انس عقانی بیادر اون امو امریکایی بود، خی مردم ما را چرا کشتین؟ و امروز یا آقای حمید خراسانی میگه اسلام امریکایی، اسلام خو یک اسلام است که ما در قرآن خواندیم که الله رب العزت میفرماید ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه. چرا اسلام را امروز شما نسبت به امریکا میتین؟ اسلام نسبت به الله داره یک اسلام است، اسلام دیگر نیست. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه. اگر امروز اسلام ما را، ایمان ما را شما امریکایی میگوین، پس اسلام شما را خود مردم اسلام پنجابی میگه و اسلام چی میگه؟ نمو بادارایتن که در مدرسه کوره خطه کشته و هر کدامش سه ستاره جنرالی داره، هر کدامش دگر جنرال و یا ستر جنرال است. خونمو خودش مولانا فضل الرحمن که 169 مدرسه در پاکستان داره، میلیون ها طالبا پیشش درس میخونه، خودش میگه ما 41 سال مینمیال ویدیوش در موبایل خود سیو دارم، ساب دارم، 41 سال در برابر دلارهای امریکایی ما فتوا دادیم، 41 سال. پس اینا را شما علمای حق میگوین یا اینا را شما علمای چی میگن که والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنین؟ آیا مدرسه حقانیه یا مدرسه مدارس ملافظ الرحمن این مدارس واقعی الله است که و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، یا این مساجد دراری است که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره یک مسجد دیگری را منافقین جور کرد که الله آیت نازل کرد که یا رسول الله خبردار، والذین اتخذوا مسجدا درارا، این مسجد درار مسجد کفر است، مسجد نفاق است، مسجد تفرقه در بین مؤمنین است. امروز خو اسلام شما هم از اونجا آمده، اسلام تمام دنیا عدالت داره، انصاف داره، اخوت داره، برادری داره، دلسوزی داره. و اسلام شما به خاطر شما جرم میکنین، خیانت میکنین، زنا میکنین، شراب میخورین، لواطت میکنین، هیچ کدام مجازاتی نداره. و به خاطر یک کسی که از ظلم و وحشت و بربریت شما وطن را ترک کرده، مهاجر شده، رسول الله مهاجر به مدینه منوره شد از دست مشرکین، و امروز میلیون ها مردم ما از دست خوارج، از دست خوارج اونا مهاجر شدن. این هجرت است، نجات زندگی و نجات اولاد فرض است تا که این خوارج را ما از سرزمین خود از افغانستان ما میکشیم. امروز شما میان اسلام را به امریکا شما نسبت میتین، ما با آقای خراسانی چیلنج میتم، افغانستان را دیگه افغانستان را ترکو، برو دینمی پنشیر، من قاریسا محمدی نه در افغانستان کمپین کردیم، نه در اوجه در میمانخانه کسی رفتیم، نه در مسجدشان آمدیم، نه در بازار کتشان دیدیم، دمی داخل پنشیر امرای خودت مستندق میمانم. اگر ازم بردی، اگر بردی یک ولسوالی رو نشان بده، یا دمی بازار پنشیر میاییم، یا در یک کوچه میریم عادلانه یک صندوق میمانیم، 100 نفر دعوت میتیم. اگر در بین 100 نفر تو رای بردی، باز بیادر ما تسلیمت و واقعا شما به حق هستیم، مطمئن هستم با والله و با بالله و بسمت الله اگر ببری، چون خوارج و انتهای ظالم و بیرحم هستین. 420 فامیل شما را، 420 فامیل رهبرا و کلانای شما را چندین سال امریکا در قطر ماش داد، احاطه کرد و به شما مدرسه داد، کالج داد، در اونجا مکتب داد براتان، در اونجا براتان یونیورسیتی داد. 420 فامیل هر رهبرتان به شمول امیر خان متقی و اینمی رئیس الوزراء معاون دومش و و و و دکتر دیگیش که در اونجا شیشته و سهیل شاهین و دکتر وردک، به شمول اینا من معلومات دارم که 30 نفرتان هر کدامتان در حدود 29 الی 30 میلیون نقد دلار امریکایی در جیب انداخته به خاطر غلامی امریکا. شما هستین که علما را ترور میکنین، شما هستین که مفتی سردار را چند ماه پیش شما ترور کردین، شما هستین که مولوی وکیل احمد متوکل را شما ترور کردین به خاطر اینکه به شما خوارج میگفت و ظلم شما را ظلم میگفت و میگفت که دین مبین اسلام از ظلم طالب اعلان براءت میکنه.
شما بودین که مولوی سمیع الله ریحان را در نماز جمعه در زیر منبرشان شما مین باندین به شهادت رساندین. حیات الله حیات را شما بودین که در مزار شهید کردین. مولوی سمیع مفلح را شما شهید کردین. بالاتر از 2200 علما را شما در 20 سال گذشته شهید کردین. شما بودین که در تالاری که به خاطر عید میلاد النبی به خاطر تجلیل از مولود رسول الله صلی الله علیه و سلم علما جمع شده بودند و شما گرفتین اونا را بمگذاری کردین و ده ها علما را در یک روز به شهادت رساندین. شما که میگوین ما ایره به جرأت میگوییم، ما از امریکا از روز اول که آمده ایمان ما، تقوای ما، افغانیت ما، مسلمانی ما برای ما ایره برای ما گفته که ما از امریکا توقع خیر نداریم. امریکا جنایاتی که کرد، بالای مسجد اگه بمبار کرده یا بالای امبو عروسی بمبار کرد، هو به هو جنایات را شما هم کردین. فرق این است که اون کافر است و تو دعوی اسلام میکنی در حالی که خوارج هستی. شما بودین که بالای شفاخانه رفتین و مادرانی که در حالتی زایمان بودن شما اونا را به شهادت رساندین. شما بودین که در مسجد در بین قرآن عظیم شان شما بم ماندین و ارسال جمال الله به شهادت در روز عید قربان به شهادت رساندین. شما بودین که در افغانستان در مکاتب رفتین در ماه مبارک رمضان در دشت برچی، در دشت برچی در ماه مبارک رمضان در عشره اواخر و در عشره آخر در روزهای لیلت القدر در روزهای قدر شما دخترای معصوم و اطفال خود را شما به شهادت رساندین. و یاد داشته باشین که در تاریخ افغانستان جنایات طالب ذره ذره نوشته شده و در روز قیامت هم ذره ذره حساب گرفته میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. بیا یک سوال ما را جواب بده که 32 میلیون دلار که هر هفته امریکا براتون میده بر اساس تعهداتی که اساس تمام جنایات داعش ملت قضاوت میکنه. آخری دفعه هیچ عالمی را میذارم با شما گپ بزنیم. اجازه بده مولای مفلح را امرالله صالح ترور کردک، مولای صاحب عیاض نیازی را امرالله صالح ترور کردک در مساجد که انفجار میتر علما را که این چیز میکنن فعلا تمام داعش و حلقات امرالله است. گردن تو را در دین دنیا بسته کرده که از آیات کلام الهی سوء استفاده میکنی، اتهامات بی اساس تو برچسب میزنی. من افغان هستم، من عبدالله صالح را اصلا رابطه ندارم. تمام علما احترام دارم. خراسانی صاحب اجازه بدین دخالت نکنین. اجازه بدین من صدا را قطع میکنم اگر اجازه ندین. اجازه بدین اگر صحبت دخالت صورت بگیره من قطع میکنم. قاری صاحب جنبندی صحبت شما. آخری گپ من اینمی است، بازم تکرارا میگویم ما مردم میگیم که مردم پنشیر باز در بیانی اکثر مردم پنشیر چی؟ تو یک آدم فاشیست متعصب تو رو با مردم پنشیر چه قرض است؟ تو یک دلاک آدم هستی تو رو با مردم پنشیر. اجازه بدین که صحبتاشون تمام شد. از پنشیری ما دفاع کردیم، پنشیری با عزت از مجاهد است، آرام است. جناب راسخ مایک تان آزاد کنین شما. من یک گپ میزنم. قاری صاحب من یک گپ میزنم. اجازه بده یک چند لحظه توقف. با پنشیری چه قرض است؟ صحیح. چند لحظه توقف. آقای راسخ مایک تان آزاد کنین. زرابی صاحب، ما وقتی که حمید زرابی صاحب ادامه بده، وقتی که ما حمید خراسانی و لچه مذهبی و منافقت ای را دیدم، هیچ وقت نگوین که تمام مردم پنشیر مجاهد است. هیچ وقت نگوین در بین مردم پنشیر نموت انسانای منافق هستن. نه خواهش میکنم چیز نکنین، جناب توهین نکنین. اجازه بدین آقای راسخ با اجازه به توهین نکنین لطفا. آقای راسخ وارد شد. بله ببخشید. اجازه بدین. خراسانیست. اجازه بدین. وقتی که تیارای پاکستانی ببینین کل دفاعی خود ازد ما چپ بودم. راسخ صاحب اجازه بدین. اینا کل دفاعی خود ازد ما چپ بودم. ما باید گفت بزنم.
اینا چرا دیدم تون تو راخ مایکشان بند کنه نوبت از ماستا جناب زرابی سیب شما دیگه میزبان هستید برو با مردم پاشید ببینین ما براتون میگم ما را غرض از خاک ما سرزمین ما وطن ما دین ما اسلام ما غیرت ما تو اسلام که بیاد طیاره های پاکستانی آمد بالای پنشیر بمبار کرد غیرت از این تور راه چرا میگی در پنشیر با 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 جسد شهدا اجازه تدفین داده نمیشد غیرت از طور نخور غلام اینا میگه غلام اینا تو بیننگ میباشه غلام اینا تو غیرت میباشه غلام اینا میره قم میباشه اجازه بده قاری صاحب قاری صاحب شما اجازه بدین آقای زرابی بساب اعظم امی قاری صاحب زنتلا قسم بخوره که پنشیر در امارات بمبار شده بگو زنتلا قسم این منافق آیا وقتی که فایز حمید آمد اجازه بدین یک لحظه شیشته بود شما گفتید که زن بسیج سنگلاخ که پنج شما خود خوارج هستید شما اجازه بدین شما اجازه بدین شما اجازه بدین اجازه بدین سنگلاخ قسم به اجازه بدین من صدایتون رو قطع میکنم بمبار شده اجازه بدین آقای خراسانی من از شما یک سوال میپرسم شما در طول حضورتان در پنشیر شاهد بمباران تیارای نظامی بودید یا خیر؟ من جواب میتونم زرابیست اجازه بدین اجازه بدین آقای خراسانی خدا شاهد حق است که از قبل از فتح الا اکنون تا بال یک جای بمبار نشده تیارای هلیکوپتر میاید مجاهدین هم مثلا در تیارای جت ندیدین؟ تیارای جت به هیچ وجه نه بمبار کردن به همون قسمه که به همون قسمه که به قاری صاحب دادید قسم بخور والله بالله تالله العظیم سنطلاق سه قسم باشم اگر که تابال بمبارد شده باشه اینا خوارج هستن خب اجازه بده اجازه بده آقای راست قاری صاحب قاری صاحب قاری صاحب اجازه بده آقای راسخ آقای راسخ وارد شدن شما بگو که بس نه یک دقیقه میپرسم 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 من میپرسم اجازه بده جناب زرابی صاحب در کجای اسلام آمده که یک کس حکومت طالب را قبول نمی کنه سر یک دو زده سو اینمی گپا مجید رحمان انصاری هم میزد که گم شد اینمی گپا خونام میزد اینمی گپا در کجای قرآن آمده در کجای حدیث آمده شما خوارج هستین شما منافق هستین شما از دین و دین اسلام دور هستین اجازه بدین دخالت نکنین دوستان ما گفتیم کسی که حکومت اسلامی را قبول داره مسلمان است باید قانون شریعت را تطبیق کنه کسی که بغاوت میکنه سلام میورد در اون سرکوچا در غیر از اگر مشرک هم است اگر کافر هم است غیر حربی است قانون الهی است قانون اسلام جناب خراسانی همین فتوای بغاوتگر کی داده فتوای چی را بغاوتگر این نسخ کلام الهی است کی داده فتوایش کی داده قرآن قرآن خب میدونم شما در این امارت شما فتوا را کی داده زرابی صاحب اجازه بده که ما ببینیم یک زرابی صاحب یک دقیقه اجازه بدین